فرامرز فروزنده هستم و امروز با برنامه چهارم از مجموعه مرغ سحر در خدمت شما بینندگان ارجمند. من فکر میکنم که یک چیزی رو از استاد خودم یاد گرفته بودم و اون مبنای حرکتم و کارم در طول این 27 سالی که در انواع رسانه ها حضور داشتم بوده، و اون که جامعه دکتر غلام حسین صدیقی که از تصویرش رو برای چند ثانیه‌ای در لوگوی برنامه هم می‌بینی، همیشه در کلاس درس جامعه شناسی عمومی به ما یک جمله رو میگفت. میگفت جامعه قاب خاتمه و در این قاب خاتم اجزاء مختلفی هستند که زیبایی و شکوه قاب خاتم رو اونها شکل میدن. بنابراین همه اینها باید در این قاب حضور داشته باشند. مرغ سحر در واقع برای این آمده است که ذره‌ای به ذرات دیگری که در این مجموعه هستند بیفزایه و شاید در زیبایی بیشتر این قاب خاتم بتونه مؤثر و کمک کننده باشه. هیچ هدف دیگه ای رو این برنامه تعقیب نمی کنه، چون این برنامه در متن برنامه های تلویزیون اندیشه قرار داره و بنابراین نهایتا باید کمک بکنه که این قاب خاتم برای شما با شکوه‌تر، زیباتر و قابل قبولتر جلوه بکنه. و من فکر میکنم که این راه بسیار دقیق و حساب شده است که باید همه ما به کمک همدیگه اون رو برداریم. بسیار متشکرم. من انتظار نداشتم برنامه‌ای که خیلی براش تبلیغی نشده بود که میاد روی آنتن در عرض دو هفته بتواند جایی رو در بین شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه باز بکنه. خوشحالم از اینکه به طور نسبی مورد استقبال شما بینندگان عزیز قرار گرفته، اما این استقبال همونطور که جامعه قاب خاتمه یک دست نیست. ستایش و تعریف بسیار زیاده روی ایمیل های من، روی تکس هایی که دریافت میکنم، روی مکالمات تلفنی که دارم. در این حال جناحی هم هستن که اگرچه در اکثریت نیستن، اصولا این برنامه و فرمت اون و شکل اون رو نمیپسند و اون رو برخلاف روال طبیعی برنامه های تلویزیون اندیشه میدانستند و میدانند. خدمت این دوستان عرض بکنم خدمتتون، اگر شما مفهوم قاب خاتم رو برای مجموعه برنامه های تلویزیون اندیشه در نظر بگیرید که این هم یکی از ذراتی که در اون مجموعه بزرگ قرار میگیره، اون موقع شاید نگاه شما تعدیل پیدا بکنه و بتوانید با این برنامه انس و الفت بیشتری هم برای اون دسته ای که در اقلیت هستن، لااقل در ارتباطاتی که من داشتم، ولی نظراتی دارن و این نظرات خیلی یا سیاه یا سفید هست، بتوانیم در این رابطه با هم گفتگو بکنیم. من آمادگی دارم با توجه به اینکه من برنامه رو از طریق اسکایپ از کتابخونه خودم برای تلویزیون اندیشه میفرستم و از اونجا لانچ میشه رو به آسمون، رو به خانه های شما، این آمادگی رو دارم که با امکاناتی که امروز هست و کم هم نیست، از طریق فیسبوکم، از طریق ایمیلم، از طریق تلفن من که روی صفحه تلویزیون گذاشته شده و قابل یادداشت کردن و پیغام گذاشتن، با شما گفتگو کنم و نظرات شما رو بشنوم، به ویژه نظرات مخالفین برنامه رو اگر همراه با استدلالی باشد و شیوه نگرشی باشد. در انتخاب مدیران این برنامه، ببخشید، در انتخاب مهمانان این برنامه، اجازه بدید که در دقایقی که دارم چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. دقایقی ندارم، بیشتر از دو دقیقه وقت ندارم، و اون این است که هیچ حساب و کتاب مشخصی که از یک سری اشخاص خاص دعوت بشود وجود نداره. دعوت مهمانان در این برنامه بر مبنای سوژه برنامه که انتخاب میشه، یک از اون طریق انتخاب میشه، دو با توجه به محدودیت نیروی انسانی که ما در خارج از کشور داریم و متاسفانه ما به نیروی عظیم وسیع داخل ایران و همینطور نیروهای محافظه کار متخصص مقیم خارج از کشور دسترسی نداریم. با این حال آماده هستم که هر مهمانی رو که شما پیشنهاد بکنید، در صورتی که مهمان بپذیره
که در تلویزیون اندیشه مهمان این برنامه باشه، با کمال میل از او دعوت خواهم کرد. اصلا هم اهمیتی نداره که با نظرات او موافق باشم یا مخالف، چون به هر حال شیوه گفتگوی من و شیوه کار من همونی است که در این 4 برنامه شما اون رو امروز میشه 4 رومی ملاحظه کردید و امشب ملاحظه میکنم. اجازه میبرم به اسکاتلند. نمیدونم الان چه وقت اسکاتلند هست، ولی دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ماست و فکر میکنم گفتگوی جانانه ای رو با او خواهم داشت. بینندگان ارجمند، میهمان این ساعت برنامه مرغ سحر، دوست و همکار ارجمندم جناب آقای دکتر رضا تقی‌زاده هستند. در روزهای اخیر که حوادث پی در پی اتفاق میفته، سخنرانی 2 هفته قبل یا 10 روز قبل آقای دونالد ترامپ، همه پرسی کردستان، رویدادهای داخلی ایران، من رو برون داشت که از ایشون دعوت بکنم در این برنامه شرکت کنند و در یک گفتگو پرسش هایی رو مطرح کنم که فکر میکنم پرسش های بسیاری از شما بینندگان عزیز هست. اجازه بدید از همین راه دور، از سیلیکون ولی، پایتخت کامپیوتر جهان، بریم به اسکاتلند و درود و سلامی بفرستیم به جناب دکتر رضا تقی‌زاده. آقای دکتر سلام عرض کردم. سلام من به شما آقای فروزنده، سلام به بینندگان شما. خیلی خوشحالم که حالا در شروع یک دوره تازه همکاری رسانه‌ای من با شما هستم. شاید 2 بار پیشتر یه اتفاق افتاده بود که در انتهای 2 فاز از کارهای رسانه‌ای با شما باشم. شاید این خیلی خوشیوم نبود. امیدوارم که این گفتگویی که حالا با هم دیگه داریم مقدمه خوبی باشه برای تداوم حضور شما یا حضور بیشتر شما در رسانه ها. سپاسگزارم جناب دکتر تقی‌زاده. اجازه بدید با توجه به وقتی که در اختیار داریم من اولین پرسش خودم رو مطرح کنم. پرسش ها گاهی قات میبینید در هم میره، ولی طبیعت گفتگو این رو ایجاب میکنه. آی دکتر، من شرایط ایران امروز رو شرایطی میبینم شبیه اواخر سال 1356، منتها به مراتب ضریب اتفاق حوادث نسبت به سال 1356 بیشتره. به عبارت دیگه، حتی اجازه بدید که این حرفم علمی نیست، ولی میخوام برداشتم رو بگم. فکر میکنم که ما داریم میرسیم به سال 1357، سالی که در واقع شریف امامی میاد بر سر قدرت. یه وجوه تشابهی میبینم بین وضعیت شریف امامی و روحانی. به عبارت دیگه ضرب حوادث، تعدد حوادث منو به این نتیجه گیری میرسونه که مثل اینکه یک تلنگر لازمه، یک خمارشکن لازمه، یک اتفاق لازم هست که زمینه دگرگونی جدی در ایران رو فراهم بکنه. نظر شما؟ اون چی که شما میگید محتمله و اون چی که شما میگید از زاویه دیدی است که به وضعیت امروز ایران نگاه میکنید. دیدی هستن که یک زاویه بیرونی انتخاب میکنن و شرایطی رو که امروز در رابطه با ایران حاکمه حداقل از یک زاویه خارجی شبیه به سالهای 2002 و 2003 میلادی میبینن، زمانی که آقای جورج بوش عراق رو به عنوان یک خطر امنیتی در دنیا معرفی میکرد و زمین سازی میکرد برای اینکه شر صدام رو در عراق کوتاه بکنه. متهمش میکرد به اینکه از آفریقا ذخایر اورانیوم خریده و در اندیشه غنی‌سازی اونهاست و همینطور صدام رو متهم میکرد به نوعی حمایت از اصولگرایان اسلامی و خطرآفرینی علیه امنیت منطقه. و کم نبودن حتی مراکز علمی در واشنگتن مثل واشنگتن اینستیتوت که طرز فکر درست میکردن، طرح میدادن، برنامه میدادن برای آقای جورج بوش که دکترین خودش رو تکمیل بکنه و بعد برخوردی رو با عراق انجام بده که افتد و دانی. ایران امروز رو هستن کسانی که شاید
چندان با دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا و سیاست‌های اون در ارتباط با ایران روی موافق ندارن و اعلام می‌کنن که وضعیت موجود خیلی شبیه وضعیت سال 2003-2002 میلادی است. البته آقای فروزنده شما با من امیدوارم هم نظر باشید که فرایند تغییر در یک جامعه فرایندی نیست که منحصر به یک زاویه بیرونی یا درونی باشه، اونم در اندازه های کشوری مثل ایران. در مورد ایران واقعا امکان پذیر نیست که ما بگیم همه تغییرات از درون مایه میگیره و به درون ختم میشه، یا اینکه یک کشور خارجی قادر به راحتی مستقیما اونطور که بوش در عراق عمل کرد برای براندازی یا تغییر حکومت وارد عمل بشه. بنابراین از وضاحت آقای ترامپ هم خارج خواهد بود، یا حداقل اگر چنین غیرتی بکنه یا چنین اندیشه‌ای داشته باشه، هزینه‌ای که باید برای انجام این کار بگذاره هزینه بسیار بالایی است. ما به یاد داریم که حتی در یک کشوری با اندازه‌های یک سوم ایران، هم از نظر قدرت نظامی هم از نظر جمعیت که به هر حال به ایران یک بعد استراتژیکی میده، آمریکایی‌ها هزاران کشته در عراق تحمل کردند و این هزینه رو اون روز اگر آماده بودن بدن امروز نمیدن. درسته در ایران امروز از یک زاویه درونی شاید ما حکومت رو به همون آسیب پذیری ببینیم، ولی تفاوت‌هایی هم وجود داره. یکی از تفاوت‌ها این است که رهبر جمهوری اسلامی برخلاف پادشاه ایران کاملا آماده است برای تداوم حکومتش هر هزینه‌ای رو از سوی مردم بپردازه، حتی اگر مردم در مقابل حکومت ایستادن، چنان که در سال 56 و 57 شمسی بسیار می ایستادن و شاه و حکومت خودداری میکردن از برخورد با مردم، حکومت امروز ایران کاملا آماده برخورد جدی با مردم و مقابله با نارضایتی های اونهاست. جام دکتر تقی‌زاده، با شما هم نظرم، یعنی این تحلیل شما رو میفهمم، اما وقتی صحبت از این میکنید که تغییر دونالد ترامپ در واقع این بازی رو حالا ما معلوم نیست انجام بده یا نه، یک چیز مهمه، اگر این بازی هوشیارانه انجام نشه و اگر این حرکت ها به طور دقیقی تنظیم نشه، خسارتش بسیار زیاد خواهد بود و در واقع غرب وارد نبردی میشه، آمریکا وارد نبردی میشه که این نبرد به هر حال به نفع جمهوری اسلامی تمام میشه. هر نوع حرکت نظامی علیه ایران، حتی برای زدن تاسیسات هسته ایران، ممکنه که اثر داشته باشن زر زدن تسهیلات هسته‌ای در ایران، ولی بدون تردید در تحکیم حکومت ملاها در ایران هم مؤثر خواهد بود. آیا درست فکر میکنم؟ من نمیدونم، واقعا نمیدونم آیا کس دیگری هم قاطع قادر به پاسخگویی به این پرسش هست یا خیر. اگر مقابله محدود هدفمند علیه بعضی از تاسیسات هسته‌ای ایران یا تاسیسات موشکی سپاه صورت بگیره و این مقابله همراه با آگاهی رسانی باشه، آیا میتونه حساب مردم رو از حساب حکومت جدا بکنه یا اینکه مردم رو به حکومت نزدیکتر میکنه؟ وضعیت فعلی با وضعیت سال 80 فرق میکنه، یا با سال 1358-59 شمسی که جنگ ایران عراق آغاز شد. در اون زمان مهم نبود که حکومت مذهبی و اسلامی است، حتی ارامنه هم در صفوف ارتش برای مقابله با نیروهای صدام ثبت نام کردند و می جنگیدن و کسانی بودند که در ارتش شاهنشاهی خدمت کرده بودند، تا درجه سرهنگی رفته بودند، ولی به راحتی در قباره تازه‌ای که برای اونا در نظر گرفته شده بود مسئولیت دفاعی از کشور رو به عنوان یک نظامی بهش عمل میکردن. ولی وضعیت امروز خیلی فرق کرده. معلوم نیست که آیا مردم در مقابل هجوم احتمالی علیه بعضی از تاسیسات اتمی و اگر این هجوم محلی نباشه صورت بگیره، به جدایی بیشتر مردم از حکومت می انجامه و ضعف حکومت،
یا اینکه مردم رو بیشتر کنار حکومت قرار میده. تصور من این است که با توجه به عمق نارضایتی هایی که وجود داره، اگر این قضیه شکل غیرتی و محلی پیدا نکنه، عامل حمله کشوری مثل عربستان سعودی نباشه یا عراق نباشه، مردم نگاه متفاوتی به عامل هجوم خارجی خواهند داشت. این همونطور که گفتید خیلی به صراحت نمیشه این سوال رو پاسخ داد، یا هر پاسخی که بیاد درش یه سری ابهاماتی هست، خودش منبع پرسش های تازه میشه. این رو در همین جا میگذاریم. ولی اگر شما هم با من همعقیده باشید که با همه تفاوتهایی که شرایط امروز ایران با شرایط سال 1356 و 57 داره، اگر همعقیده باشید که این حرکت ها در ایران وجود داره، اگر با هم همسو باشیم که این حرکت ها تعدادش روز به روز بیشتر میشه، یعنی ما جمعیت های بیشتری رو میبینیم که نارضایی خودشون رو اعلام میکنن، علیه حکومت شعار علنی نمیدن ولی نشون میدن که از وضعیت موجود نارضایی دارن، خب سهم ما در این بازی چیه؟ سهم همه نیروهایی که معتقدن نیروهای اپوزیسیون و نیروهای خارج از کشور هستند در این بازی چیه؟ که ما چجوری میتونیم از مردم حمایت کنیم؟ یعنی حرکت ما، حرکت همه کسانی که میگن ما اپوزیسیون ایران هستیم، باید محدود باشه به فقط پخش خبرها و نظرها؟ چرا کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم آقای دکتر تقی‌زاده؟ و چرا من بی اطلاعم؟ تنها سازمانی که در این زمینه ها داره کار فعال میکنه و سازمان یافته و بعضی از رجال امروز آمریکا رو با پرداخت پولهایی که به موقع به اونها داده و بهانه هایی که در اختیار داشته، جز سازمان مجاهدین خلق من چیزی رو نمیبینم. شاید خیلی کم اطلاع هستم، شما ممکن توضیح بدین؟ حق با شماست. یک توضیح دیگه دارم آقای فروزنده که شما احتمالاً با من همسو میشید. نارضایتی های سال 56 که مردم بروز میدادن، نارضایتی از سر سیری بود و شما در سازمان برنامه بودید و میدونستید و میدونید که اون زمان در مقایسه با کشورهای همسایه درآمد سرانه مردم ایران بالا بود. منهای سال 57 که در نتیجه اعتصاب ها خدمات عمومی با مشکل روبرو شده بود، مردم قطعی برق داشتن یا بعضی از حقوق ها پرداخت نمی شد و نفت و گاز تولیدش با مشکل روبرو شده بود، تا سال 56 مردم مرفعی بودند. سلمونی های تهران هم برای تعطیلات تابستانی به لندن می رفتن و تعطیلات یک هفته‌ای خودشون در بهترین نقاط دنیا می‌گذروندن. چیزی که فرمایشتون یادتون نره، فقط یه جمله میخوام در تایید صحبتتون اضافه کنم، میبخشید جسارت میکنم. مکانیک اتومبیل من علاوه بر همسرش یه دوست دختر داشت. هر دو هفته یک بار سه روز مکانیکی رو تعطیل میکرد، به افتخار دوست با همراه با دوست دخترش میرفت به لندن و برمیگشت. ادامه بدین شما. ولی نارضایتی های امروز مردم اثر نداری است، درست در تقابل با اونچه که نزدیک به 40 سال پیش بود. مردم واقعا کاردشون به استخون رسیده و اگر از حکومت حمایت نسبی میکنن و سکوت اونها رو حکومت یا دنیا حتی به عنوان علامت رضایت نسبی میگیره، به این علته که دو تصویر پیش اونها ترسیم شده، تصویر بد و بدتر که همه با اون آشنا هستیم. حتی در انتخابات این دو فرمول مورد استفاده قرار میگیره و مورد سوء استفاده حکومت هم قرار میگیره و واقعا جایی است که برای مردم شاید گزینه سومی رو باقی نگذاشته و مردم همچنان موندن. ولی اگر در زمانی ببینن که به این حکومت دیگه نمیشه آویخت و این حکومت خودش رفتنی است، یقین داشته باشید لگد آخر رو مردم به اونها میزنن. این یک عامله. عامل دوم این است که در وضعیتی که مردم کارد به استخونشون رسیده، آماده پرداختن هزینه سنگین بدون داشتن امید به تغییر نیستن و این روانشناختی امروز جامعه ما هست. به این علته که یک حالت انتظار در جامعه حاکمه و این حالت انتظار هنوز به موج تبدیل نشده.
حق با شماست مجاهدین خلق یک سازمان فعال، سازمانی است که امکانات مالی خیلی خوب داره و کمتر سازمانی رو میتونید در دنیا در تاریخ معاصر یا حداقل از زمان جنگ دوم به بعد، جنگ جهانی دوم به بعد شاهد باشید که در غربت تونسته باشه چنین سازمان و تشکیلات سیاسی رو به وجود بیاره یا حفظ بکنه. هیچ کدوم از کشورهای دیگه‌ای در اندازه های ما چنین سازمانی رو در غیبت نداشتن، در غربت نداشتن، در خارج از کشور نداشتن. داخل کشور شاید سازمان‌هایی بودن ولی چنین چیزی هرگز نبوده. و ایران ما امروز با وجود سازمانی از این دست و با وجود سازمان‌ها احزاب کوچکتری، ملیگرا یا غیر مذهبی و غیره، ولی مجموعه در تقابل با حکومت وجود دارن، فعالن. در طول این 37 سال گذاشتم فعالیتشون رو ادامه دادن ولی هیچ کدوم از این فعالیت‌ها به موج نرسیده. نرسیدن به موج و تشکیل نشدن موج دلیل این نیست که مردم آماده نیستن. آمادگی اونها زیر پوست شهر، درست شبیه وضعیتی که در سال 1985 شاید در اتحاد شوروی سابق وجود داشت. دکتر تقی‌زاده، این ببینید، بعضی مشروب خورای عادتی دارن، یه واژه‌ای هست، هرچی مشروب میخورن نمیگیرد چون خلاصه شنگول نمیشن. آخر سر یه پیک دیگه باید بزنن و بهش میگن خمارشکن، که از اون حالت خماری در بیان و سرحال بیان و بدون لذتی ببرن. خمارشکن مردم ایران چجوری میتونه باشه؟ مردم امروز تو خیابونن، نمیشه اینو تردید داشت. به هر شکلی که شما بگید، مسائل مالی مطرحه، مسائل غیر مالی مطرحه، جرم و جنایت سراسر کشور گرفته، بی عدالتی قضایی امان مردم رو بریده، مردم اومدن سیستم عادتشون داده به اینکه 20% بهره بگیرن، حالا هم اصل پول رفته هم دیگه از بهرهش خبری نیست و ده ها مورد دیگه. آقای دکتر، پرسش من اینه، آیا امکان داره که از خارج از کشور یک گروهی علم بشن غیر از مجاهدین خلق یا وجود داشته باشن که بتونن به مردم اون دلگرمی رو بدن، اون حرکت ایجاد بشه، یعنی انسجام؟ الان در ایران حلقه های اعتراض وجود داره ولی زنجیر همبسته اعتراض نیست. خیلی اصرار میکنم. یادم از آقای فروزنده، شاید جای دیگری هم این مورد مثال دادم که حدود 24 ساعت از اعلام سقوط کامل حکومت پادشاهی گذشته بود و طالقانی در تلویزیون ظاهر شده بود، اونطور که میگفت از دیدن خمینی برگشته بود و طالقانی میگفت از آقا پرسیدم که واقعا باور میکردید قدرت به این راحتی توی دامن ما بیفته؟ که البته طالقانی که دامن نداشت، حتما در عبای خودش منظورش بود. و اون میگفت که خمینی هم گفت خیر. واقعا چه کسی باور میکرد که بازرگان 6 ماه قبل از اینکه به ریاست دولت موقت برسه با 20 نفر همراهانی که در نهضت داشت شانس و بخت نخست وزیری باشه؟ اون موقع شاید با حمایت دولت وقت یا قبول شدن این فکر نزد شاه مسئله نخست وزیری امام موسی صدر مطرح بود، ولی نه دادن بخت نخست وزیری به یک آدمی مثل آقای بازرگان. ولی این اتفاق افتاد. در سیاست هیچ واقعا پیشبینی رو غیر عملی نمیشه تلقی کرد. خیلی هم ناامید نباید کسی باشه از اینکه امروز آرامشی در درون ایران از نظر حکومت وجود داره یا حکومت مستقیما در خطر نیست، به این علت است که واقعا هیچ خطری وجود نداره. من نمیخوام صحبتم رو یک سویه از سمت خودم طولانی بکنم و باعث کسالت خاطر بشم، ولی قبل از اینکه مطالب دیگر شما رو بشنوم یک نکته رو میخوام توضیح بدم. نکته این است که در اولا تغییر حکومت کنونی ایران هیچ وقت از ذهن زمامداران آمریکا دور نبوده به عنوان یک خواسته. حداقل این بوده که دلشون میخواست رفتار این حکومت تغییر بکنه. در دوره آقای اوباما این تغییر رو فکر میکردن با دادن امتیازهای بیشتر به حکومت
میتونه موجب این بشه که حکومت به میانه برگرده، انعطاف پیدا بکنه، از حالت یک حکومت انقلابی به یک حکومت متعارفی تبدیل بشه و تدریجا این استحاله از درون صورت بگیره. در دوره آقای ترامپ این دید کاملا تغییر کرده و عامل تغییر یا نتیجه گیری ترامپ در رابطه با حکومت اسلامی متر کردن نتایجی است که سیاست اوباما در رابطه با جمهوری اسلامی باقی گذاشته. یعنی 1,700,000,000 دلار اونطور که ترامپ هم در نطقی شما بون اشاره کردید 13 ماه اکتبر اعلام کرد در کاخ سفید، با هواپیما بردن نقد تحویل این حکومت دادن. 100 دارایی های ایران رو که بلوکه شده بود آزاد کردن. ولی جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ آیا اقتصادش آزادتر شد؟ آیا دولتی ها از کنترل بر تجارت خارجی دست کشیدن؟ آیا سپاه معتدل‌تر شد؟ آیا شمار اعدام ها در داخل کم شد؟ هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. ولی به جای حزب الله و به جای حضور نسبی در سوریه، حضور جمهوری اسلامی در سوریه تقویت شد و به یمن و عراق و افغانستان هم تسری پیدا کرد. حالا آقای ترامپ در صدد مقابله است. آیا این مقابله در تداوم اجرای این سیاست به برخورد هم میانجامه؟ مطلقاً این کار بعید نیست. اگر برخوردی بود باید مردم رو به حکومت نزدیکتر بکنه، اون رو نمیدونم. ولی مطمئن باشید تصمیم به برخورد رو دولت‌هایی مثل دولت ترامپ و یا کشورهای محلی مثل دولت اسرائیل زمانی اتخاذ می‌کنند که بدونن نتیجه این اقدام جدا شدن مردم از حکومت. یعنی مردم ببینن که اگر حالا ضربه‌ای در جایی وارد شده عاملش حکومت بود. آقای تقی‌زاده، دکتر تقی‌زاده عزیز من، شما به طور دائم صحبتی که می‌فرمایید یه سرش مردمن، یه سرش حاکمیته، یا حاکمیت جمهوری اسلامی و یا حاکمیت ایالات متحده آمریکا. آقای دونالد ترامپ از نظر من به عنوان یک ایرانی آمریکایی، از نظر سیاست‌های داخلی که انتخاب کرده و اجرا کرده، من 31 ساله در آمریکا هستم، بدترین رئیس جمهوری است که میتونسته در کاخ سفید بیاد و ریاست جمهوری رو به عهده بگیره. ولی الان این مسئله نیست، مسئله این است که اون بود ایرانی بودن بنده در اینجا میخواد ببینه که در مورد سرزمین مادریش این شخص که برای اولین بار با این صراحت ایران رو متهم به نقض حقوق بشر میکنه و حمایت از مردم ایران میکنه و مسائل مردم ایران از حاکمیت به لفظ البته داره جدا میکنه، ما باید چجوری به این اصلا باید نزدیک بشیم یا نه؟ یعنی ما باید مطهر و پاک به عنوان اپوزیسیون باقی بمونیم و هرگز سعی نکنیم که به این نیرو نزدیک بشیم، بدبستونی داشته باشیم به خاطر کشورمون؟ اصلا این طرز تفکر درسته یا نه؟ یا ما باید سالم باشیم، این دور بشینیم و همه چیز رو فقط تحلیل کنیم ولی در حرکت عملی حضور نداشته باشیم؟ یعنی به هر حال این اپوزیسیون چجور باید از این شرایط استفاده کنه؟ ما چجوری باید نزدیک بشیم بدون اینکه خودمون رو فروخته باشیم، بدون اینکه ارزش‌های ملیمون نادیده گرفته باشیم؟ شما فروزنده، البته من قصد قضاوت مستقیم ندارم، اما اونطور که شما از طرز فکر من یک جمع‌بندی دارید، من هم جمع‌بندی میگه که شما به گروه لیبرالی تفکر سیاسی تعلق دارید و از این زاویه مسائل رو هم در ارتباط با سیاست داخلی آمریکا و هم در ارتباط با سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی ارزیابی میکنید و اگر اشتباه میکنم لطفاً توضیح بدید. ولی این تنها زاویه نیست که میشه مسائل سیاسی رو از اون نگاه کرد. آلمانی‌ها یک واژه درست کردن که ترکیبی ساختگی به اسم ریال پالیتیک، که این ریال پالیتیکس یک مقداری از ماکیاولیسم معتدل‌تره و این عملگرایی سیاسی است، دیدن اقدام در مقابل نتیجه است. آرمانگرایی در این نوع ریال پالیتیکس جایی نداره. ریال پالیتیکس صحبت نتیجه رو میکنه در مقابل هزینه‌ای که میگذاریم. حالا اگر ما آدم‌های هوشمندی باشیم باید ببینیم آیا آقای ترامپ وقتی نقش
اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو بازی میکنه، با آقای ترامپ امکاناتش از نظر مالی و نظامی بیشتر از مجموعه اون چیزی است که اپوزیسیون ایران در خواب و خیال میتونه ببینه. باید فکر بکنیم که آیا از این اهرم ما باید استفاده بکنیم برای تضعیف حاکمیتی که تداوم حضورش در قدرت باعث فقر ایران، باعث بدبختی ایران، باعث کاهش پیدا کردن ارزش‌های بین المللی ایران و باعث اختناق در داخل کشور شده. آیا باید از این اهرم چشم بپوشیم؟ آیا باید واقعا باور کنیم اوباما در دو سالی که با این حکومت سازش میکرد خدمتی به مردم ایران کرد؟ آیا مردم ایران در 5 سال پیش اگر به 1 سال قبل از دوره آقای اوباما نگاه میکردن، آقای فروزنده، فکر میکردن آدم های آزادتری هستند، آدم های خوشبختری هستند، آدم های مرفهتری هستند، یا اینکه کمک های آقای اوباما به حکومت اسلامی به زیان مردم و تقویت حکومت تمام شد؟ حالا همین جنبندگی رو باید ما در مورد ترامپ داشته باشیم. ترامپ برای هیچ کدوم از ما عامل ایدئالی نیست، برای هیچ کدوم از ما هم نیت آرمانی نداره، به خاطر ما به عنوان یک عنصر ایرانی شاید از ما بعدش هم میاد. چرا یک بار قبل از انقلاب به ایران رفته، شاید تو اون چند شبی که اونجا بوده بدمستی هم کرده، لذت هم برده، ولی ما باید به ترامپ به عنوان یک اهرم نگاه بکنیم. آیا به عنوان یک اهرم ترامپ قابل استفاده برای تضعیف این حکومت هست یا خیر؟ و تضعیف حکومت جمهوری اسلامی، این جنبندی دوم آقای فروزنده، تضعیف جمهوری اسلامی به سود مردم ایرانه در دراز مدت یا به زیان مردم ایرانه؟ آقای دکتر خیلی متشکرم، رفتیم تو قلب قضیه. اول در مورد اوباما خدمتتون بگم، اوباما در مورد سیاست خارجیش در رابطه با ایران اشتباهات مهلکی مرتکب شد. اوباما صدای مردم ایران رو نشنید و متاسفانه مردم ایران رو خیلی راحت به بهای ادامه مذاکره با سران جمهوری اسلامی ایران فروخت. هیچ عذری هم براش اصلا قابل توجیه نیست و توجیه نمیکنه. این اشتباه بزرگ سیاسی پرزیدنت سابق آمریکا آقای اوباما رو. این از اون. آقای دونالد ترامپ که آمده، مسئله که باهاش هست این است که مسائل داخلی آمریکا رو بذاریم کنار، هستن این آمده و دقیقا داره همونطور که شما گفتید به هر حال این سیاست رو اعلام کرده. شما میگید که آیا ما باید از این اهرم استفاده کنیم برای تضعیف جمهوری اسلامی؟ من به عنوان یه ایرانی، یکی از این 80 میلیون، پاسخ سوالتون رو بخوام بدم، بله که باید استفاده کنیم. اصلا یه فرصت تاریخی رو که به وجود میاد، اگه از خودمون یه چارچوبایی داشته باشیم، نباید از دست بدیم. آیا این به نفع ما هست؟ آیا در دراز مدت به نفع ما هست؟ در صورتی که این تضعیف و براندازی جمهوری اسلامی عاقبتش برای نتیجه‌ای در جهت تجزیه ایران نداشته باشه، حتما باید ازش استفاده کرد و نباید ترسید. تطهیر سیاسی امروز به درد کار ما نمیخوره، پراگماتیزم سیاسی است که به ما کمک میکنه از این شر راحت بشیم. درست گفتم یا زیادی رفتم؟ آقای قوام سلطنه شاید خوشنامترین نخست وزیر پیش از انقلاب ایران نیست. خیلی هستن که علم مصدق رو به دست میگیرن و برای او سینه میزنن، ولی واقعا مقایسه بکنیم که با همه صداقت یا گاهی ساده لوحی که محمد مصدق داشت، اون چی که دستاورد حکومت او بود چیز لمسی، در ایران چی باقی موند؟ و یه آدمی که خوشنام نبود و سقوط دولتش باعث بیکار آمدن دولت مصدق شد، قوام، در یک برهه حساس تاریخی قدرت بزرگی مثل اتحاد شوروی رو گول نزد. اگر واقعا کیاست قوام نبود، باز پس گرفتن آذربایجان و زمین شدن دوبارش به خاک ایران، شکل نگرفتن یک جمهوری ساختگی در آذربایجان، پرهیز کردن از این واقعه بسیار بسیار دشوار بود. قوام رفت اونجا، سازش کرد، ظاهرا پرچم ملی در دستش نبود، در مورد نفت شمال حق رو به اونها داد،
و نقد رو گرفت، نسیه رو در اختیار استالین قرار داد و آذربایجان به ایران برگشت. شاه از این قضیه راضی بود، ارتش از این قضیه راضی بود، مردم از این قضیه راضی بودن، یک پارچگی مردم هم، مملکت هم تأمین شد. و بعد با حیله‌ای که قوام کرده بود، مجلس با دادن امتیاز به هر کشور خارجی دیگری مخالفت کرد و قضیه نفت شمال فاتحش خونده شد. خب اگر چنین سیاست و کیاستی وجود داشته باشه، وقتی موقع گرفتن بهره هست، بهره رو درست بگیرن، ولی وقتی موقع پرداختن هزینه هست، منافع ملی رو در نظر بگیرن، کجای این کار عیب داره که از اهرم‌های خارجی و این جمله از آقای ترامپ استفاده درستی بکنن، ضمن اینکه ترامپ ها همیشه بر قدرت نیستن. اصلا من با شما مخالفتی ندارم، دقیقا در یک جهت و یک سمت فکر میکنیم. چجوری باید قوام رو پیدا کرد؟ قوام امروز بله مصدق سر جایگاه تاریخیش باشه، ولی ما امروز مصدق رو لازم نداریم. ما امروز مرد سیاسی بده بسون رو لازم داریم که منافع ملی پشت سر ذهنش باشه، کشور رو نفروشه، از این فرصت برای براندازی رژیم خونخوار و جنایتکار جمهوری اسلامی که به هر حال نماینده ایران و ملیت ایران و تاریخ ایران نیست، ما رو نجات بده، یا بهش کمک کنیم که همه با هم از این وضعیت نجات پیدا کنیم. این قوام کجاست؟ اصلا وجود خارجی داره؟ شما با توجه به همه سوابق سیاسی که دارین و نگاهی که دارید، جایی قوام رو میبینی؟ البته تاریخ 60 سال پیش گذشته ایران با وضعیتی که امروز ایران داره فرق میکنه. من قوام رو به این علت مثال زدم که بگم ریال پالیتیک ایجاب میکنه که بدبستان وجود داشته باشه و موقعی گرفتن بایستی که دست به نقد بود و موقعی پس دادن منافع ملی رو، مطلقا منافع ملی رو در نظر گرفت. ببینید من یک مثال دیگه بزنم. آقای فروزنده کسی است که تصور من این است ممکن است مامورین وزارت اطلاعات باشه، کسانی که مرتب با من تماس میگیرن، یکی دو نفرم نیستن، گاهی توی برنامه‌های تلویزیونی می اومدن ولی گاهی تماس‌های ایمیلی میگیرن، و با توجه به اینکه من یک زمانی از برنامه‌های موشکی ایران دفاع میکردم، هنوز هم حفظ این ظرفیت رو واقعا به عنوان یک دارایی ملی بهش اهمیت میدم، ولی وقتی در مقابل یک تصویر بزرگتر این قضیه رو میگذارم، میبینم که یک آدمی مثل ظریف که فکر میکرد حتی در خور گرفتن جایزه صلح نوبل و یا از نظر سیاست دست بیزمارک را از پشت به هم بسته و اون چیزی که بافته و تافته به عنوان توافق اتمی واقعا کار یک نابغه بوده و نه آقای ظریف تنهایی، یک غفلت بزرگ کرد. و این غفلت بزرگ وارد نکردن مسئله موشک‌های ایران در مذاکرات بود و ایستادگی قطعی برای حفظ این ظرفیت به عنوان اینکه نه موشک‌های ما موشک‌های دفاعی است و ما در مورد اون صحبت نمی‌کنیم، از کنار این ماجرا گذشتن و آمریکایی‌ها با زیرکی این مسئله رو پذیرفتن که از کنارش بگذرن، و بعد چون در سند برجام به ظرفیت موشکی اشاره نشده بود، در قطعنامه‌های شورای امنیت، قطعنامه 1231 شورای امنیت مسئله موشکی قرار گرفت و امروز بهانه استفاده یا سوء استفاده دولتی است که میراثدار توافق اتمی شده در کاخ سفید، و حالا اینو بهانه کرده و هزینه بزرگتری میطلبه در مقابل دولت، در مقابل مردم. من موضعم تا حدی نسبت به ظرفیت موشکی ایران عوض شده، برای اینکه حداقل بهانه کردن این ظرفیت با توجه به اینکه میدونیم مثل غنی‌سازی اورانیوم، اگر ایران یک روز نیت ادامه دادن این کار رو داشته باشه، حتی بدون بروز بودن این دانش قادر به انجام این کار هست، چشم پوشی موقت از این ظرفیت چیزی به ظرفیت دفاعی ایران اضافه نمی کنه. گرفتن این ظرفیت از ایران چیزی از ظرفیت نداشته دفاعی ایران کم نمی کنه. بنابراین من نگاه هم نسبت به دفاع کردن از ظرفیت موشکی اصلاح شده یا تغییر کرده. حالا این بیننده یا خواننده ای که برای من ایمیل هم می فرسته می پرسید که شما قبلا از ظرفیت موشکی ایران دفاع می کردید، حالا نظرتون عوض شده؟ بله، ریال پالیتیک ایجاب میکنه اگر
این پاشنه آشیل حکومت ایران باشه و این باعث بشه که حکومت جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنن، باید کنار این ماجرا قرار گرفت. و نکته دیگه این است که میبینیم از ظرفیت موشکی جمهوری اسلامی برای تنش آفرینی استفاده میکنه، نه تنش زدایی. هزینه این کار اگر که بخوان به جمهوری اسلامی لطمه وارد کنن، ممکنه در عرض 2 سال و 3 سال بالغ بر 100 میلیارد دلار زیان تازه به مردم ایران باشه. حالا در این چارچوب فکری ما نمیتونیم بگیم که واقعا در یک برهه تاریخی همه عواملی که صحنه گردان هستن ثابت میمونن یا خیر. من نمیدونم واقعا در دنیای امروز ما نیاز به یک قوام داریم یا قوام گرفتن مردم داریم بدون یک رهبر. آی دکتر، من نسبت به این قسمت فرمایشتون حساسیت دارم. ما در سال 88 جنبش سبز که به وجود اومد، در واقع اون دو رهبری که امروز هم در هست هستن در ایران، اینها آمدن سوار این موج شدن، ولی اینا رهبران این حرکت نبودن، مردم بودن بدون رهبر و ما به جایی نرسیدیم. کاملا حق با شماست، ممکن است در یک جای دیگه برسن. این رهبران رو توی خیابون مردم میتونن بسازن، چنان که در لهستان این رهبر رو از یک سیمکش برق و یک تکنسیان ساختن، بعد این آدم رئیس جمهور شد. یا در جمهوری چک از یک نویسنده ساختن در عرض چند هفته و او بعد رئیس جمهور اون کشور شد. چرا نباید این اتفاق در ایران بیفته؟ آقای دکتر تقی‌زاده، فرصت اینکه آدم با آدم مثل شما گفتگو کنه زیاد فراهم نیست، ولی دلم میخواد پرسش هم بکنم. شاید باید چندین گفتگو انجام بشه تا بتونیم به یه جهت مشترکی، راه مشترکی رو پیدا بکنیم. عوامل مشترک در طرز تلقی من و طرز تلقی شما بسیار زیاده. من پی این مواردش میگردم که هر کدوم از ما یه جناحی، یه عده‌ای از مردم رو در خارج از کشور یا در داخل کشور از نظر تفکر باهاشون همراه هستیم. آقای دکتر تقی‌زاده، وحشت من از چیز دیگری است. وحشت من از این است که این بی پدر بودن، این یتیم بودن حرکت مردم، فرصت رو برای کسانی که به دنبال تجزیه ایران هستن، مسائل قومی رو بزرگ میکنن و اونها رو میارن گندش میکنن، بیشتر فراهم بشه. وحشت من از این است که مجاهدین خلق به ایران برگردن و ایران در اختیار مجاهدین خلق قرار بگیره. وحشت من در این است که اگر آقای دونالد ترامپ بدونه که نمیتونه ایران رو یک پارچه در واقع در جهت تغییر حکومتش حرکتی رو انجام بده، بنابراین به تجزیه ایران فکر بکنه و هر ایران تکه تکه بشه. آیا شما این خطر رو میبینید؟ اجازه بدید که پاسخ ایران رو، پاسخ جناب دکتر تقی‌زاده رو داشته باشیم. بفهمید دارید. شاید باز با همون دیدگاه لیبرالی آقای فروزنده که گاهی به چپ هم متمایل میشه. متشکرم. بگید شما که میفرمایید، بفرمایید. نگاه شما شاید در مورد ضرورت یک پارچه نگه داشتن مملکت ما با نگاه من فرق بکنه. من قویاً طالب و حامی یک پارچگی مملکتمون هستم، حداقل به این دلیل که این یک پارچگی عمق دفاعی مملکت ما رو زیادتر میکنه، به ایران یک عمق استراتژیکی میده. ایران پاره پاره ضعیف شده، یا به قول شاه فقید ایران، ایرانستان، یقینا توسط هر قدرت محلی قابل کنترل کردنه، قابل سرکوب شدنه. یعنی وضعیتی پیش میاد که دوران خانخانی آمدن محمود افغان رو به ایران و تسلط او رو بر اصفهان ممکنه یک بار دیگه زنده بکنه. به این علت من قویاً طرفدار حفظ یک پارچگی ایران هستم، حتی اگر در کوتاه مدت بعضی از ارزش‌ها خدشه‌دار بشن، من جمله ارزش خودگردانی در مناطقی که ممکن است از نظر فرهنگی با مناطق دیگر ایران تفاوت‌هایی داشته باشن. من دموکراسی و آزادی و استقلال رو برای
همه ایران میخوام. حکومت ایران از این وجه مشترک که باور من به عنوان یک ایرانی هست و باور میلیون ها ایرانی دیگه در داخل کشور سوء استفاده میکنه. ترس از هم پاشیدن ایران رو، تجزیه ایران رو با نشان دادن لولوهایی در مناطق مرزی تقویت میکنه و خودش عامل یک پارچگی این مملکت معرفی میکنه. البته گاهی بازی های درست و خوبی هم انجام میده، مثل بازی هوشمندانه ای که در رابطه با همه پرسی استقلال در کردستان عراق صورت گرفت و در نتیجه این بازی جمهوری اسلامی یک امتیاز سیاسی گرفت، امتیاز سیاسی که به نفع خودش بود ولی در دراز مدت برای مردم ایران هم سودمند بود. شکستی متوجه دولت اسرائیل شد که حامی این طرز فکر بود ولی به نتیجه نرسید. خب باید ببینیم واقعا این ترسی که شما هم دارید، یعنی ترس تجزیه ایران، واقعا یک ترس واقعی است و حکومت اسلامی ایران خودش رو در جایی که لازم میبینه با اینکه طرفدار امت و نه ملت، طرفدار توسعه عقیده اسلامی و ایجاد یک دنیای اسلامی است نه یک ایران بزرگتر. ما مثل ترکا نیستیم که پان ایرانیزم داشته باشیم و آقای خامنه‌ای هم آتاتورک نیست که در تهران حکومت میکنه. به دفعات گفته اون میراثدار حکومت خمینیه، برای خمینی ملیت اصلا معنی و مفهوم نداشت، برای این حکومت هم نداره. این حکومت هم فقط برقراری خودش رو دستور کار خودش قرار داده، ولی این ترس رو به عنوان عامل حفظ موجودیت خودش در جامعه میپراکنه که اگر من نباشم یکی از خطرها این است که ایران تجزیه بشه. نه، ایران به این علت که یک کشور پر جمعیت و از نظر وسعت خاک بزرگه، هیچ کدام از مناطق مرزیش، استانهایی که در اون رنگ قبیله و قوم دیده میشه، قادر به جدایی از ایران، از ایران بزرگتر نیستن. تجزیه ایران واقعا یک حقیقت عملی نیست و از هیچ قدرت خارجی هم بر نمیاد که بتونه آماده پرداختن تاوانی باشه که در نتیجه گرفتن مزد تجزیه یک بخشی از ایران. قضیه کردستان این قضیه تجزیه طلبی رو حتی یک گام هم از اون مقداری که شاید به قول پانتورکیست ها بهش فکر میکردن یا بلوچ ها فکر میکردن یا هر کس دیگری که فکر بکنید، اون رو عقبتر بود. ولی قطعا این رو من خدمت شما میگم، بدون جمهوری اسلامی و با جمهوری اسلامی ایران قابل تجزیه نیست و اگر به صورت موقت حتی با قدرت یک نیروی بزرگی مثل اتحاد شوروی، جمهوری مصنوعی کردستان در بخش شمال غربی ایران شکل بگیره یا آذربایجان موقتا از ایران جدا بشه، این بازگشت صورت میگیره. دنیای امروز دنیای متفاوتیه، ولی خطر آمدن یک گروه مثل مجاهدین خلق یک خطر واقعی است. این رو باید مردم ایران فکر بکنن. مردم ایران که نسبت به این حکومت بی‌تفاوتن، مردم ایران که شاید هنوز حالت انفعالی اونها تغییر نکرده، مردم ایران که بودن این حکومت رو به آمدن گروه دیگری مثل مجاهدین خلق شاید ترجیح میدن، ولی تصویر بزرگتر رو نمیبینن که این حکومت آرام آرام مثل یک دراکولا مشغول نوشیدن خون این مملکته. این مملکت با حضور جمهوری اسلامی هر روز فقیر و فقیرتر میشه. اگر خطری برای تجزیه ایران هست، در بیشترین شکلش رسیدن به نقطه کور ساقط شدن در نتیجه ادامه حکومت جمهوری اسلامی است، نه حفظ یک پارچگی با حفظ جمهوری اسلامی. ممنونم آقای دکتر از پاسختون. اجازه بدید یه بخش دیگه رو باز کنم در دقایق باقی مونده برنامه که خیلی هم زیاد نیست. ما در این بعد از نطق 13 اکتبر آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، شاهد موضع‌گیری های اتحادیه اروپا هستیم که در واقع اونها بر تاکید میکنن بر اینکه ایران وظایفش رو در مورد برجام انجام داده و اونها با برجام خواهند بود
دلایلش هم خیلی زیاده، هم شما میدونید هم من هم تقریبا اکثر مردم میدونن، بدون تردید منافع اقتصادی مطرحه، ولی به هر حال درسته که اروپا سر و صدا میکنه، ولی نهایتا آیا مجبور نمیشه دنبال آمریکا بره؟ این سر و صداها رو باید جدی گرفت، و این تا چه حد کمک میکنه به جمهوری اسلامی برای تداوم کارش و باقی موندنش؟ شما بپرسید از دیگران، و اگر شما پاسخی دارید مطرح بکنید که در کجا اروپا پشت به آمریکا کرده و کنار جمهوری اسلامی ایستاده. اونچه که در زبان گفته میشه باد هواست، در عمل کجا اروپا در کنار جمهوری اسلامی بوده و آمریکا رو انکار کرده؟ همین امروز اگر از یک تاجری که مثلا صادرکننده میوه و تربار ایرانه یا صادرکننده سنگ آهن ایرانه، بپرسید که اگر یک کشور، یک شرکت اروپایی بخواد از شما جنس بخره، قادر به گشایش اعتبار به اسم شما در یکی از بانک ها هست یا خیر؟ پاسخ قطعا این است که خیر. از شرکت توتال بپرسید آیا شما که وعده کردید 4 ماه پیش میایید 5 میلیارد دلار در گاز جنوب ایران، پارس جنوبی، سرمایه گذاری میکنید برای توسعه یکی از فازهای مونده، این طرح رو الان ادامه خواهید داد؟ پاسخ این است که خیر. البته هستند شرکتهایی مثل شرکت رنوی فرانسه که خودش رو به علت حضور در بازار ایران از ورشکستگی نجات داده. در آمریکا هم هیچ تجارتی نداره. شما ماشین پژو توی آمریکا ندیدید مطمئنم، اگرم دیدید یک کسی مثل جعفرخان توی یک کشتی گذاشته به عنوان توریست شخصی اونو برده. ولی شرکت‌هایی مثل پژو و رنو در دنیا بسیار بسیار معدودن. اروپا از نظر اقتصادی، تجاری و بانکی ناگزیر از تبعیت از آمریکاست. در مورد برنامه موشکی نگاه و دید اروپا با دید آمریکا مطلقاً یکی است، و در مورد مبادلات اطلاعاتی مقابله با تروریسم، این سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی اروپا و آمریکا هستند که با هم مناسبات تنگ و تنگ دارن، نه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی اروپا با جمهوری اسلامی. بنابراین اونچه که ما از زبان آقای مکرون میشنویم، اونچه که در بیانیه سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا میبینیم که حمایت زبانی از برجام، واقعیت رو بگیم، ایفای نقش پلیس خوب و پلیس بده، در حالی که همشون در یک شهربانی کار میکنن، از یه جام حقوق میگیرن. بنابراین در واقع میشود گفتش که با توجه به توضیحاتی که شما میدین، جمهوری اسلامی خودش هم میدونه که در این مقابله، در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا توامن قرار داره، و این جدایی جدایی ظاهری است و تأثیری نداره بر مناسبات جمهوری اسلامی در دراز مدت در رابطه با آمریکا و حل مسائل داخلی ایران. بدون شک قضیه اروپا رو جمهوری اسلامی به همون شیوهی در داخل سعی میکنه بفروشه که مثلا آقای مسعود بارزانی مسئله تکریت رو مطرح میکنه. اونچه که اون میگه فقط خرج داخلی داره و خودش راضی میکنه، کسی دیگه ای راضی نمیکنه. در داخل کشور هم جمهوری اسلامی بیشتر از هر کسی، بهتر از هر کسی میدونه که تکلیف اروپا در مقابل برجام چیه. جمهوری اسلامی میدونه برجام فاتحش خوانده شده و مناسبات خارجی ایران، تجارت خارجی ایران، مناسبات بانکی ایران از حالا به بعد بایستی که سربالا حرکت بکنن. یک نکته اینجا میخوام من به عنوان تکمیل صحبتم خدمتون بگم آقای فروزنده، برجام بیشترشون چیزی نیست که تقاضاهای امروز آمریکا و یا انتظارات جاری جمهوری اسلامی باشه و ادامه وضع موجود. نه، آقای اوباما وعده هایی به جمهوری اسلامی داده بود که تنها در شرط حضور کسی مثل او در کاخ سفید امکان تداوم داشت. وقتی شما هر 3 ماه یک بار بایستی از خزانه داری اجازه بگیرید که تجارت با اروپا یا تجارت نفت یا مبادله با پولی دوام داشته باشه، وقتی هر 4 ماه یک بار بایستی کنگره این تاییدیه رو تکرار بکنه، یعنی بند ناف جمهوری اسلامی
در دست خزانه‌داری آمریکا بوده و هست. کارهایی که انجام نمیدن به مراتب مهمتر از تحریم‌هایی است که آقای کرکر وضع بکنه، سنا وضع بکنه، مجلس نمایندگان وضع بکنه و در آینده اعمال بکنن. نه، کارهایی که آمریکا از این به بعد نخواهد کرد و متوقف میگذاره بیشتر از هر چوبی پای جمهوری اسلامی رو قلم میکنه. در واقع از حرفهای شما این نتیجه‌گیری رو میتونم بکنم: توافقنامه برجام یک در واقع سند تسلیم ایران در مقابل آمریکا بود که همه چیز رو پذیرفت، در واقع یک برنامه اجرایی سست و بی اعتبار، به اعتباری البته که به چیزی که هر سه ماه یک بار باید روش مهر تایید زده بشه، معنیش این نیست که آقای ظریف کار خیلی خوبی انجام داده. تسلیم نامه‌ای رو امضا کرده که امروز تازه همین هم مورد قبول آمریکایی‌ها نیست و دبه‌های خودشون دارن و خطراتی که به دنبال این توافقنامه برای مردم ایران و ملت ما هست. این توافقنامه باید درست می‌فهمم یه چیزی شبیه قرارداد ترکمنچایه، قرارداد گلستانه، غیر از این به نظر شما؟ نه، واقعا همینه. ببینید، هستن کسانی که من باور دارم تمرین کردن به آدم آموزش میده. یک موقعی لنین وقتی که دولت موقت بلشویکی رو میخواستن تشکیل بدن در کاخ زمستانی در لنینگراد، آدم کم داشتن و این توصیه رو لنین کرد که از همین ناوی ها بگیرید، وقتی 6 ماه تمرین وزارت کردن یاد میگیرن چی کار باید بکنن. جمهوری اسلامی هم با آوردن آدم هایی که واقعا سابقه کار نداشتن و تمرین کار به اونها یاد دادی. کسی مثل آقای رفسنجانی توی این حکومت میشه امیرکبیر ایران. آقای اردشیر زاهدی از توافق اتمی خیلی راضی نبود، فکر میکرد که باید ایران اتمی بشه، فکر میکرد، هنوزم فکر میکنه که باید این ظرفیت های اتمی برای ایران باقی میموند و کم نبودن. دست راستی های حتی اپوزیسیون ایران که فکر میکردن باید این ظرفیت رو حفظ بکنیم، ولی واقعا اردشیر زاهدی یک سیاست مدار نبود. تمرین سیاست کرده بود به علت پدرش که نخست وزیر بود، وزیر کشور بود یا چه، و بعد داماد شاه شد، خب به وزارت خارجه رسید، به سفارت ایران در آمریکا رسید، مشق سیاست کرد. ولی این دلیل این نیست که واقعا اردشیر زاهدی تصویر بزرگتر رو میدید و حالا تصویر بزرگتر رو درست میبینه. نه، برنامه اتمی جمهوری اسلامی به نفع ایران نبود، به نفع حکومت بود، ولی حکومتی که میتونست از این اهرم برای حفظ منافع بیشترش استفاده بکنه، با بلاهت یک آدمی که به خودش تهمت آگاهی میزد، یعنی جواد ظریف، این رو واگذار کرد. شما فکر میکنید که تیم مذاکره کننده همین آقای ظریف و عراقچی بودن و اینها همه مذاکرات در همه جوانب دنبال میکردن؟ 3 نفر جاسوسی که الان دنبالش میگرده جمهوری اسلامی، یکی از اونها رو محکوم کرده در اصفهانی، یک بخشی از کسانی بودن که شما در زبان انگلیسی بهشون میگید، و اینو بوش خیلی معروف کرد با کاری که در عراق کرد و در افغانستان کرد، آوتسورس کردن. یعنی آدم برای مذاکره نداشتن، متخصص بانکی نداشتن، متخصص حقوقی نداشتن، آدمی که به زبان انگلیسی بتونه در سو کمیسیون ها صحبت بکنه، حرف بزنه و قرارداد بکنه نداشتن. و این آدم ها رو از سریتا پارسی تا آدم های دیگه، از بانکدار و نمیدونم حسابدار و حقوقدان، از این طرف اون طرف دنیا بیش از 150 نفر آدم قرض کردن. ولی خط مشی کلی روشن بود، اینکه اون چیزی که دارن واگذار بکنن در مقابل امکانات مالی که میگرفتن. البته حکومت در لبه سقوط اقتصادی بود، در حالت ورشکستی قرار داشت، ولی میتونست بهتر قرارداد بکنه. در نتیجه یک قرارداد خام و ناشیانه، حکومت تمام کارتای برنده خودش از دست داد. یعنی به جای 19,000 سانتیفیوژ که داشت، الان 4,000 سانتیفیوژ داره. به جای 10,000 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی که در اختیارش بود و به راحتی میتونست 8 بمب اتمی درست کنه، حتی اگر 4 تای اونا رو میزدن، 4 تای دیگر رو مخفی نگه میداشت و جایی میتونست از اون استفاده بکنه. ولی ایران امروز هم شبیه کره شمالی میشد. حالا همه این بهرم ها رو آقای فروزنده، جمهوری اسلامی، از دست داده. نه آب سنگین داره برای اینکه بتونه بمب پلوتونیومی درست بکنه،
یعنی راکتور اتمیش اداره بکنه که بتونه پلوتونیوم سوخت شده داشته باشه و بعد بتونه اونو فرایند کنه و بمب پلوتونیومی بسازه، و نه ذخیره اورانیوم غنی سازی شده داره و همه اونها رو تحویل داده، محدود شده به 300 کیلوگرم، و هر کجای دیگه‌ای بخواد این سانتریفیوژها رو به کار بگیره با توجه به بدبستان‌هایی که در داخل کشور صورت گرفته، شبکه اطلاعاتی که مستقر شده، پیشگیری می‌کنن از این کار. دیگه 8 تا ظرفیت بمب رو جمهوری اسلامی نداره که دو تا یا سه تا اینها رو بتونه جای قایم بکنه. در حقیقت خودش رو اوریان کرده، لخت کرده، و امروز هیچ اهرمی برای تلافی جویی نداره. میخوام بگم که اونچه که شما گفتید قرارداد ترکمنچای و آقای ظریف و دولت روحانی میخواستن به عنوان یک قرارداد تاریخی به خورد مردم ایران بدن، یک افتضاح سیاسی بوده حتی از نظر منافع خودشون. متشکرم آقای دکتر تقی‌زاده. امیدوارم در گفتگوی بعد که با هم خواهیم داشت برای در آینده بسیار نزدیک چند تا قوام ظاهر شده باشن. باور کنید این روزها و این زمانها ما به قوام ها احتیاج داریم در صحنه سیاسی ایران، نه به ظریف ها، نه کسانی که تسلیم نامه ملت ایران را امضا بکنن و بخوان خودشون رو به جای خیلی به یه شوخی بزرگ بود تشبیه کردن ایشون به دکتر محمد مصدق، ولی امروز باور کنید ما نه به ظریف احتیاج داریم و نه به دکتر محمد مصدق، ما به مردان عمل سیاسی احتیاج داریم مثل قوام. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه و گفتگویی که داشتیم. به امیدی که در آینده نزدیک مجددا هم اجازه بدید که در خدمتتون باشم. بایستیم. سپاسگزارم. به شما وقت بخیر میگم. بینندگان عزیز، برنامه شماره 4 مرغ سحر در اینجا به پایان میرسه، در حالی که این مرغ سحر دیگه نباید ناله بکنه. این مرغ سحر باید بر سر ظالمین و ستمکارانی که کشور ما رو در آستانه نابودی قرار دادن بکوبه. هر جا که هستید لپاتون پرقرقند، دلهاتون شاد و روزگار بکام. همراه با کارگردان عزیز فنی برنامه بهروز مشکینیار به شما وقت رو فرمودم.